اوکی، قبل از این که بریم سر تهیلیم یک نکته بود که پرشه نفته پرشه مشپاتیم تو را میفرماید که و رپو یه رپه میگه این کسی مثلا چیز شد اینم زخمی شد فلان باید شفاش بده. رپو یه رپه تو گمارا میفرماید که از اینجا ما یاد بگیریم که تو را اجازه میده که تورا اجازه میده که خدا نکرده که مریض باشه مداوا بکنه. چرا؟ چون اگه تورا نمیگفت رپای رپه، اگه تورا نمیگفت که آدم باید بره دنبال دکتر دوا یه وقت خدا نیاره، فکر میکردیم که چی؟ فکر میکردیم که لک کی مریض میکنه دور از همه هشم؟ خب اگه هشم کسی مریض میکنه حتما یه آوانی کرده تو بذار طرف سافرینگ میکنه. چه اجازهی داریم؟ ما اجازه داریم بریم کار هشما چیز کنیم؟ مریضی کی میفرسه؟ دور از همه مریضی هشما البته بعضی از مریضی هست که تقصیر خود آدمه، یعنی سرماخوردگی، گرمزدگی، اینه دست خود آدمه. به قول رمبان یه آدم احمقی که بعدا صورت میره زیر آفتاب وای میسه سردرد میگیره نمیتونه یا یه سوریم کپالت اولاد این کپاره دوانه نیست، این ابلهانه است. don't do something که خودتو مریض بکنی. همینطور هم اینی کسی مثلا سیگار میکشه، مشروب میخوره فلان، کسی که چیز میکنه از سلامت خوش مواظبت نمیکنه، این نمیشه گفت که یه سوری میکشه میخواد آواناش پاک باشه. این بلا نسبت این نتایج رفتار میدونی این چیز خودش رفتار غیر irresponsible چی میگن؟ مسئولیت درسته بکنه ولی دور از همه اون چیزا که نباشه. وقتی مریضی میاد تو که برای میگه یه سوریم که میاد اقا بوش برو خوب تعیین میکنه از کی تا کی حتی با چه دوای خوب بشه everything is. پس یعنی شاید فکر میکردیم اگه جدن تورا نمیگفت رپای رپه، اگه تورا نمیگفت رپای رپه که موضوعش که بعد بره دنبال مداوا، چیزی بود که آدم کسی مریضی شد. خب بذار بسوزه. حالا چیزی که هست تورا میفرماید رپو یه رپه، تورا به دکتر، یعنی تورا عبادوش برون خداوند خخما داده به دکترا که برم از که مردم معالجه بکنن، ولی متاسفانه خیلی از دکترا به جایی که معالجه بکنن عکس رو میکنن. چجوری؟ ببین این اصلا it's amazing تو همه بیمارستان ها این از خیلی از این دکترها میدونی از نازی ها بدترن. یه مثلا این پیرمرد الان رفته بود یه پیرزن 90 ساله فکر کنم افتاده بود تفلک نمیدونم لگن شکست بود چیزهای دیگه بود، هی دکترها هم به بچه هاش میگن این اصلا چقدر این باید قطعش کرد و فلان کرد و زرج میکش و تورچر و فلان و این مسئله خیلی پیش میاد. این مسئله میگن بی وقت نباشه end of life issues و اینا باید آدم چیز باشه که این دکترها خیلی این اصلا یه داتوتین که ندارن دون که اینا میگن یه عمرشو کرده دیگه رایت عمرشو کرده ولش کنید چقدر چیز چقدر زرج بکشه چقدر زرج بکشه مثلا اینا ببینین کسی که یه چوبه هم نداره کسی که اصلا دیدش راجع به زندگی فرق میکنه اگه طوری نداشته باشه خب اینجوری حرف میزنه. ببینین به قول با جناب من اینجا میگفت ببین اگه نفر هدفش از زندگی مثلا شکلات خوردنه، یعنی آفریده شده مثلا انجوی بکنه شکلات بخوره، پس اگه دیگه حالا نمیتونه شکلات بخوره دیگه بس زندگی دیگه چیزی نداره، مفهومی نداره دیگه زندگی، یعنی شکلات خوردن. اگه نمیتونه شکلات بخوره دیگه خب دیگه چه زندگیه؟ ولی ما از دیدگاه تورا این اصلا این کفر، از دیدگاه ما حیات زندگی مقدسه. از دیدگاه یهودیت میدونین هر لحظه ای که نشما توی جسم هست every second هر لحظه ای که نشما توی جسم آدم هست این داره تیغون میکنه، این یکی داره بودنش اینجا هر لحظهش میدونین داره ابدیت از خودش میخره و این موضوع چیز نیست. هر لحظه ای که آدم میدونین با امونا داره زندگی میکنه it's not the question of quality of life، موضوع میدین موضوع کیفیت زندگی نیست، موضوع کمیت زندگی.
کمیت جنینی درید کوال از نظر یهودیت میگه هر لحظه‌ای که آدم نفس میکشه، هر لحظه‌ای که نشما تو بدن آدم هست، این یک میراکل، ایتس ا میراکل فرام هاشم دت هاز ا پرپس. بعضی وقتا آدم هم که ایسوری میکشه خدا رو شکر میکنه داره پرپس رو انجام میده. بعضی وقتا کسی هم که توالت تو کما هست، الان اریک شارون چند سال تو کما هست؟ من تو گفتم قرار به نظر من این اریک شارون آمون هم زیاد کرد، ولی از اون در بینید جونش رو فدای اسرائیل کرد تا همه جنگا فلان اینا، به نظر من داره تیغون میشه، این داره تیغون میشه که انشالله علماء با بگیره. این اصلا چیز نیست، فرق نمیکنه که این میدونین این موجود الان داره قر میده و میرقصه، داره شکلات میخوره، یا دور از همه تو تخت خواب بیمارستان توالت کما افتاده. ببینید کسی که دیدگاه یهودی نداره، تورایی نداره، میگه این چی داره بی خودی داره زجر میکشه، شما چقدر بیرحمید، اینا خودشون نمیتونن ببینن، این چیز خود شخصی خودشونه. رایت. ولی باید بدونیم ما اعتقاد داریم، اعتقاد بدون هیچ شک و شبهه‌ای که حیات و ممات دست خداست. همون کسی که نشما میده فقط و فقط اونه که یا ملاخ اونه که باید نشانه رو بگیره، نه دکتران، نه خود آدم. و خودکشی بزرگترین خطاست و این دکتران هم که خودشون خدا میکنن و اینو چیز میکنن، اینا جهنمشون اینو چیزه اینا، و مرتب اتفاق میفته، مرتب الان اینا میرن و خانواده هم خیلیشون نمیدونم، یا خب دکترها اینجوری گفته make sense؟ خب این چه زندگیه؟ آدم میتونه بدونی بعض وقتی بچه‌ها تفیلا بکنه خدای جون منو بگیر، آدم میتونه تا از گیرم کنم بخواد یا واسه من تفیلا بخون، من دیگه چیزی نمیتونم چیز کنم که هشم جون منو بگیره، من که دکتر، من که خودکشی بکنه خدا نکرده. چون تورا میگه رپوی رپه، تورا فقط به دکترها اجازه داده که چیکار کنن، شفا بدن، نه که بکشن. اینا میکشن، اینا ماموش الان مرتب تو این بیمارستان ها اینا تا میبینن چند سالشه این مثلا داره اون شد، نه دیگه ولش کنید، چقدر این زندگیشو کرده دیگه، چقدر شما اینقدر فکر پولش هم خرج هم هستم، میگم خرج بی خوده، منم صدها هزار دلار خرج میکنه واسه پیرمرد یا پیرزنی که من 90 سالشونه فلان، نه که چی؟ ببین وقتی رد شما هم نیست، ولی اینا ببینید اینا با نازی ها چه فرق میکنن؟ ببینید نازی ها که اولین کاری که کردم وقتی که به قدرت رسیدم تو آلمان، من رفتم تو همه بیمارستان، همه علیلا، همین همه گفتم رو کشتم، چه زندگی نه زندگی نه زندگی نیست اینا، دی دیساید، اونا تصمیم میگیرن که کی زندگی اینا اینو بعد اینا چیز فکر کنم یه چیز میاد میگه که یه نفر میاد از پیش دکتر، به دکترها جوابش کرده بودن، میاد پیش اون خزانیش میگه ببین دکترها من گفتن که من مثلا 6 ماه بیشتر ندارم، میگه دکتر شکر خودم چه حرفی زده، خدا من به دکترها گفته رپای رپه، خود اونا باید سعی کنن این کسی علاج بدن، چه چیز نمونه اونا تعیین نمی کنن که چقدر چیز خواهد بود، بعد تنها وظیفه که دکتر داره اینه که چیکار کنه، باید علاج بده، نه که بیاد تصمیم بگیره که اینم اینا از روده قطع کنید این بود واسه که البته اینا گفته نماند، یک سیچویشن هایی هست که اگه جدن somebody is terminally ill، کسی که میدونه اینجا در دور از همه مریضیه همه بدنشو گرفته فلان، یه جور مواردی هست که مثلا به دستگاه وصلش نکنن، نباید به دستگاه وصلش بکنن، ما نمیخوایم این نفر میدونیم دردشو بسا پرپچویت کنیم ادامه بگیم، ولی باید سوال بشه چه مثلا یا یه چیز دیگه هست DNR Do Not Resuscitate مثلا این چیز هست، اینا را آدم خودش رو تصمیم نگیره، باید همیشه و هر کسی باید بدونه یه چیز بهش میگن living trust، باید یه چیزی بنویسه که بگه مثلا بذاره تو والتش داشته باشه که اگه خدای نکرده یک امرجنسی چیزی پیش اومد، من میخوام مثلا طبق قانون تورا، طبق قانون تورا من میخوام رفتار بکنم، اون وقت اینا دیگه نمیدونم، اون وقت میترسن، باید هر کدوم از ما، من تو جیب خودم دارم، چون میدونم که اگر دور از همه آدم از خبری نداره از زندگیش که چیز بکنه که میخواد طبق قانون تورا باشه، orthodox rabbis whatever it is، چون این و همینطور هم میدونیم بچه ها هم اینجا رول خیلی چیز داره، مثلا پس پدر مادر میدونیم میان مثلا مطمئن باید باشن که یکی از بچه هاشون که یه رد شما هم داره اونا متصدی بکنن، چون هم مثلا خدا نیره وقت مثلا این چیز میدونیم طرف اصلا یه اصلا آلزایمر میگیره، این میگه اصلا خودش اصلا حواس خودش نداره،
اون وقت باید کسی پراکسی بشه، کسی به عنوان پراکسی تعیین میکنن که این تصمیمات رو واسهشون بگیره و بعد میکشو بکنن کسی که پراکسی یک کسیه که میدونی رد شما هم داره و دوشا تقدس زندگی واسهش مطرحه که این چیزی غیر تورایی نداره. میگن غیر تورایی ها کسی که چیزی تورا نداشته باشه، کسی که میدونه اصلا نمیدونه اصلا فلسفه زندگی ها نمیدونه، اگه به خداوند اعتقاد نداره بتون من میسم که میگه فکر کنه زندگی شکلات خوردن. خب اگه کی نمیتونه شکلات بخوره خب دیگه واسه چه زندگیه؟ خب بذار بمیره. ولی زندگی شکلات خوردن نیست، زندگی چیه؟ هر لحظهش مقدسه، هر لحظه زندگی قدوشا داره. واسه این تو گیمارا میگه کسی که بی وقت نباشه در حال نزدیک بهش دست نمیزنن، حتی چون وقتی شاید بهش دست بزنن یک لحظه عمرش کوتاه بشه. حتی یک متجاز میگه آقا بهش دست بزنی میخوای جا به جاش بکنی، مثلا داره میگه دست این که داره آدم نگاه میکنه مثلا دستگاه اینا داره میبینه قشنگ فشار همه چی داره چیز میشه، دست بهش نزن، چون اگه خود نکرد بهش دست بزنی ممکنه یک لحظه رایت زندگی اینو عمرش کوتاه بشه. ای دازنت هاف تو اینو اینو من به دکتر است مثلا چند نفر این داستانه تعریفش کردن. موضوع این موضوع گیلگول و اینا نیست، موضوع ببینیم اونا به جا وقتی من یه چیز بوده، یکی از دوستای من چیز بود توی امرجنسی روم تو نیویورک، خودش میگفت که چیز شده بوده که اینا دکتر میاد تصادف کرده بوده از چیز قطعش میکنه، فامیلا از دست قطعش میکنه، هی طرف میاد به خوابش، هی به این کسی که مرده بوده میاد به خوابش، هی چیزش میگه تو خواب اینو ورش چیز میکنه، بالاخره طرف چی میخوای از من؟ میگه تو چرا این کاری کردی؟ تو که من از دست رو جدا کردی، تو الان باعث شد که من بعد اومد تو گیرگول بشم. یه قول من آخه تو هی اصلا ولش نمی‌کرد، اومد به خوابش. بالاخره میگه من چیکار کنم؟ میگه ببین برو همه جا این داستانه رو تعریف کن. من توی کانونشن بودم، زن دکتر اومد تعریف کرد. و ببین این شوهر من چیز اورجان چیز نبوده و مادر از دست که قطعش کرده و مثلا ما متحد شدیم که بریم داستانه اینجا تعریف کنیم که همه دکترها همه چیز بکنن که کنات دودت. این وقتی کسی داری دی این کشتنه، این کشتنه که never know همون سافرینگی که مثلا اون کسی که علیل مریضه هر لحظه‌ای که سافرینگ داره اینجا تو این دنیا رنج میکشه، میدونین مقابل هزارها چیز تو علما باس تو مقدمه ایوب رمبان میگه ببین همینطوری که مثلا سایه آفتاب تو این دنیا واسه که یک سانت تکون بخوره بعد زمین نمیدونم هزارها مایل دور خورشید بگرده، همینطور هم یه ذره عذاب اینجا مقابل خروارها عذاب تو عالم عباس. آدم میگه فکر میکنه که اوکی فاین، میگه خب چرا باید سافرینگ بکنه؟ چرا باید سافرینگ بکنه؟ اونجا سافرینگش خیلی بدتر. سافرینگ ببینید سافرینگه اینجور سافرینگ ها اینا منزه میکنه، پاک میکنه. که نبرنه هشم نزباتیز تو این حیات، همون کسی که حیات رو داده خودش هم ضوابطش رو معین کرده که ممات چجوری باید باشه و کاملا باید این دست خودش بر خود گذاشته بشه و بس، نه که بیان رنگ دکترها بخوان خدا نکرده کوتاه بکنن عمر کسی حتی یک لحظه. ولی دو مرتبه کیسایی هست که بعد مثلا قبل از اون یه نفر به دستگاه مثلا چیز دست وصل میکنن اینا باید سوال کرد تو همچین که دیگه مثلا میگم اگه خدا نکرده یه کسی سر تا پاشو مریضی گرفتتش و مشخصه که it's just a question of like in a few days فلان، این چیزی نداره که بیان به دستگاه وصلش بکنن چون فقط و فقط رنج داریم شد سرش سافرینگ میرد. ولی اینها منم چیزی ندارم، اینا هستن تو مثلا یه سیدرز اونجا چیز داره، یک راو یک دکتر مذهبی هست که میشه هر آخه هم وارده که اینو با اینا کسایی که میدین هر به کسی که میدین هم بشه مدیکال وارده و میشه هر آخه بعد اینا کنسالت کرد تو سیتوشن مختلف که مثلا این پروسیجور انجام بدن یا نه. داریم معمولا همیشه باید هوا و غذا بعدشون بدن، هوا و غذا را قطع نمی کنن هیچ وقت. ممکنه بعضی وقتا میدونیم به چیز به دستگاه مثل تنفس وصلشون نکنن، ممکنه بعضی وقتا there is a DNR بگن do not resuscitate اگه حالتی هست که میدونید که چیز نیست، میخوام دو مرتبه قلبش رو به کار بندازیم که بیشتر سافرینگ بکنه. معلومه که این چند روز چیز نداره، اینا همش هست که sometimes DNR is appropriate، ولی اینا را من و شما نمیتونیم تصمیم بگیریم.
باید این کسی که هم به هلاخا وارده و هم و هم به چیزای پزشکی وارده اینا تو مکه دیسیژن هم داد. یس کسی که میره دکتر معمولا از مسنها میپرسن که میخوای اگه یه موقعیت پیش اومد و ناراحتی پیش اومد دیدیم که دیگه مثلا بدنه دیگه نمیتونه بکشه میخوای به دستا وصلت کنیم یا نه؟ آدم میتونه بگه مثلا وقتی دیگه فایده نداره نوصل نکنه نه. خودش امضا کنه؟ نه باید عرض کردم باید بگه من میخوام طبق قانون تورا. ببینین خودکشی هم از صورت رو گوده مثل خودکشیه. بعضی عقیده دارم میگن که این اگه زنده بمونه چند سال دکترها خیلی استفاده میبرن ازش. نه از ببینید معمولا نه این چون فکر نجیب دکترها رو نباشی دکترها معمولا برعکس دکترها خیلی میگن جدا آقا چیزش بکن نمیدونم جداش کن از دستگاه کاتش کن یعنی هر دوتاش ممکنه باشه مثلا شاید فکر جیب خودشون هستن ولی عرض کردم کاری که باید کرد باید نوشت و همه چی گفت I wanna do whatever the Torah says. تورا میگه نگردش داره تورا میگه نگردنی من عرض کردم همیشه نیست ببینین دو مرتبه یه حالتی هست که طرف میدونین دیگه اصلا هیچ امیدی نیست تلویزیون البته ما همشه تفیلا ببینین واسه اینجور اشخاص هم بعد تفیلا بخونن که خداوند با اینا با رحمیم رفتار کنه یکی از که میدونین دور از همه مریضی همه بدنشو گرفته همش گن رفوا شلما این مسخره است مسخره است گن شروع رفوا شلما داشته باشه دور از همه مریضی سر تا پاشو گرفته همه جا سپرید شده مثلا دکترها معیش هم میگن رفوها شده ما اینجور موارد بعد تفیلا بخوریم که خداوند با این شخص با رحمیم whatever میدای رحمیم میدای compassion خب بعضی وقتا رحمیم اینه که این یه مدت دیگه زنده بمونه تا کاملا اوناش پاک بشه بعضی وقتا نه کافیه با رحمیم دیگه کافی بابنسکف کشیده عشان شما شروعتر بگیم ولی باید عرض کردم اینجور مواقع باید بگن ما we wanna consult an orthodox rabbi. We wanna do the Torah whatever the Torah says. اون تصمیم بگیره و اونم عرض کردم اون کسایی که هستن برخاشون به شهر چند برخا هستن خیلی هم از نظر پزشکی واردن میدونن و اون وقت میگن چه چیزایی میشه چه چیزایی نمیشه. مثلا میگیم خیلی وقتا جدا همش کسی که مثلا خدا نه مریضی همه سر تا پاشو گرفته چیزی نداره که به دستگاه بسش کنن داره میره بزو بره. راحت متوجه هستین. ولی این فرق ولی یکی هست که به دستگاه وصل شد وقتی بخیر میشه جداش کرد so in high now there are a lot of situations ولی من بعد سوال کرد yes حالا که این موضوع پیش اومد این هم که میان تو مجلس صحت نمیگن آخر غمتون باشه این درست نیست خواهش میکنم گوشتت کنی که اینو نگن میدن به یه دختر جوان میگن آخر غمتون باشه یعنی غم آخرتون باشه میگن ها قبل آخرت باشه نه اصلاً نه ببینیم ما میگیم که ان شاء الله هر چطور ما شیخ بیاد و ما خاشم دیم آدم که اون رو بیاد و اشک از روی اینا ولی اون یه چیز دیگه است درست تر بگن که نه ان شاء الله که یادشون رو به خوبی بکنیم این چیزا آره فاین در هر صورت چون پارشه هفته بود و رپای رپه گفتم شاید لازم باشه که رجوع به موضوع درد آور باید صحبت کرده باشیم میریم سر تهیلیم خودمون این واو 76 بعد یه نکته دیگه هم باز از پاراشا هست که من توجه به لاشون ربتون بگم بعدم بریم سر تهیلیم ببینید تو پاراشا این هفته میفرماید که کسی که پدر یا مادرش خدا نکرده دست روشون بلند بکنه خیاب میتاس مجازات مرگ داره و همینطور هم اگه نفرینشون بکنه کسی که پدر یا مادرش نفرین بکنه به اسم اشعریه بگه خدا فلان چه کارت بکنه فلان دور از همه چه نفرین بکنه چه دست بلند کنه پدر مادرش مجازاتش مرگ حالا این مجازات مرگ اجرا میشد یا نمیشد بماند خیلی خیلی به ندرت وقتی تورا میگه مجازاتش مرگه میخواد بگه چقدر از داره خودش برو خو این خطای سنگینه چون really there were so many technical میدونی requirements که خیلی به ندرت بارا خدمتون رو از گرم که بارا میفرماید اگه به دین اسرائیل تو 70 سال یه نفر رو اعدام میکردن میگفتن این به دین قاتلم یعنی خیلی به ندرت به دین اسرائیل کسی ها میدونین اعدام میکرد ولی این قانون تورا است تورا میگه
این مجازاتش دور از همه کپیتال پانیشمنت مرگ، کسی که دست بلند کنه رو پدر مادر یا نفرینش کنه. البته باید دو تا شاهد بهش بگن درست بعد اخطارش بکنه، انقدر شرایط داره که ایتس ایمپاسیبل کسی همچین کاری بکنه. حالا چیزی که جالبه دو تایش اینا مجازش اعدامه، ولی به نظرتون کدوم اینا مجازش این؟ حالا ما طرق مختلف اعدام داریم، بعد سقیده هست، سقیفه هست، خنق و هرق. چهار نوع طریق اعدام بود که سنگسار کردن بود که از نمیدونم سنگ ساختمون دو طبقه مینداختنش پایین و بعد اگه هنوز نمورده بودش سنگ مینداختن، نه اینجوری سنگسار که تو ایران میکنن، نه نه دارم میگم این اصلا به ندرت اصلا همچی چیز اجرا میشد. این سقیلا بود. بعد دیگه چه صرفا هست؟ صرفا سرب داغ از حلقش میریختن پایین. دیگه چی؟ دیگه بعدش هرک با شمشیر سرشون میزدن و آخرش از همه سبکتر خنق بود. خنق خفش میکردن، یعنی چیز ابریشم کاشت بود، ابریشم نر میآوردن، چیزی نده با گلوش افقی دار زدن، نه افقی. بعدش جسدشون رو دارم میزدن. من میگم اینا اتفاق نمیفتاد، ولی چیزی که جالبه از همه اینا سختتر سقیلاس طریق ادام، سبکترش چیه؟ خنقه، خفه کردنه. چیزی که جالبه بچه‌ای که رو پدر مادرش دست بلند میکرد اینا خفش میکردن، ولی اگه نفرین میکرد سقیلاش میکردن. این سختره، نفرین کردنه طریق مجازاتش سختره تا چی؟ زدن. تا زدن. چرا؟ خدا گان گان نه گان میگه آه. که گان میگه ببین، میگه کسی که داره میزنه داره جسما به صدا مجروح میکنه، کسی که نفرین میکنه با حرف داره زخم زبون و حرف اون داره اون نشاماش رو تهیه کنه. این سختره، میگه این سختر از اونه، نفرین کردنه سختره تا اکشولی زدن، فیزیکالی زدن. مثل همون داستان کلیلو دمنه، شیره به آدمه، بعد کمیشه با همدیگه دوست بودن، شیره همیشه غذا میورده، این دفعه شیره غذا دیر میاره، آدمه چیکار می‌کنه؟ مطلق می‌ندازه به آقا شیر، میگه آقا شیر مثل که نمیدونم تنبل شدی کجا بودی؟ نمیدونم بیا زخم زبون بهش می‌زنه. شیر غرور داره بهش بر می‌خوره، یه شمشیر میاره بهش میگه بزن رو صورت من. نمی‌زنم اگه نمی‌کشمت. اینا میاد می‌زنه شمشیر رو می‌زنه و خون فوران می‌زنه و شیر یک فریاد می‌کشه و فرار می‌کنه میره. بعد از چند هفته برمیگرده مسئله. شیر میگه ببین زخمی که اینجا زده بودی خوب شد، ولی زخمی که اونجا زدی هنوز خوب نشده، هیچ وقت خوب نمیشه. یعنی زخم زبون از زخم فیزیکال سخت، از توراست. تورا میبینیم اگه دست دور از همه دست بلند کرده کتک زده اعدامش سبکتره، خنقه در مقایسه کسی که نفرین کرده. نفرین کرده سقیلاست. حالا اگه برعکس باشه پدر مادر بچه رو بزنن پدر مادر هم نباید بچه رو بزنن. دوباره میگه چجوری بزن بچه مثلا با یه نمیدونم بند کفش بزنن اگه چیزه نباید خواست بخیر بچه ها مجروب بکنن و چیزی نبکنن. بچه های کوچیک اگه اینا بچه کوچیک ها بعضی خیلی پشت دستی یه چیزی اینا، آره، ولی نخواست بخیر زدن اینا. ولی در هر صورت این it's unbelievable چیزی که تو پاراشه اینا، ولی همش تو تراست پاراشه هفته است. نفرین کردنه قدرت زبان زخم که نفرین که کرده این مجازش سخت‌تره تو کسی که منش کار کرده فیزیکلی مجروح کرده دور از همه. فاین، اینم راجع به لاشون را خیلی وقت صحبت نکرده بودیم. ببینیم کجا زخم زبان رو لاشون را فقط میدونی غیبت کردن اینا نیستن، زخم زبان هم لاشون را هست. اگه مثلا یه زنی به شوهرش یه حرفی میزنه که شوهرش را ناراحت میکنه یا برعکس شوهری به زنش پودانش میکنه، اینم لاشون را هست. بعدم یه شوخی کردن. ها؟ بعدم یه شوخی کردن. شوخی هم از شوخی بیجا خیلی بده. بله، نه، یه زخم شوخی که شوخی کسی که نفر ناراحت میشه ایتس اسور. این لاشون را هست. شوخی چی؟ این لاشون را هست. لاشون را فقط غیبت کردن و خبر کشیدن نیست. هر وقت هر استفاده آدم وقتی از این قدرت کلام استفاده میکنه را به طریق بد این باشه راست. فاین، سو بریم سر تهیلیم. تهیلیم عین واو هستیم 76
فکر نکنم یه پاسخ بیشتر امروز بریم جلو. نوشته تو پاسخ گیمل رایت این واف گیمل ویهی بشالم سوکو و مئوناتو بتسیون. ویهی بشالم سوکو یعنی چی؟ ویهی بشالم سوکو این شالم که جا صحبت میکنه این فرمان یروشالم یه رقادشه که رقادش مرخو از ابتدای آفریدش هشم چیکار کرد؟ سوکا یعنی اون مثلا شخینای خودشا کجا هوادوش برخو قرار داد؟ توی یروشالم. یروشالم میدونیم چندین اصولا اسم یروشالم شالم از کجا میدونیم اینا؟ آخرانو نیکبر؟ برشید تو برشید ملکی صدق ملخ شالم. ملکی صدق کی بود؟ شم بن نوح بود. تو تورا میفهمید تو برشید نوشته تو تورا من آدرسش اینجا نوشتم چی تو نوشته که تو برشید ملکی صدق ملخ شالم هوتسی لخم و یعین. وقتی ابراهیم اوینا علیه السلام تو اون جنگ پیروز شد و رفت لوط نجات داد و اینها تو تورا میفهمید که ملکی صدق ملخ شالم ملکی صدق پادشاه شالم هوتسی لخم و یعین که واسه ابراهام به پیشوازش اومد واسهش نون و شراب آورد به پیشوازش و هو کوهن لیلیون شم به نوح جد ابراهام هم بود. این خیلی این بچه صدیق نوح شم بود و شم به نوح این پادشاه یروشلایم بود و اون شم به نوح اسم این شهر را شالم خونده بود. تو را میفهمید ندو ملکی صدق ملخ شالم و هو پس اوریجینالی اسم این شهر رایت شالم. این شهر یروشلایم که الان همه دنیا روش دعوا دارن این شهر میدونیم که عقبش برو خوب اون اون اشتیا اون سنگ اولی که اصلا دنیا روشن باش آغاز پید دنیا بود اونجاست. الان هم هست این اون اشتیا تو سهن همین مسجدی که ما نمیتونیم بریم که شبه خراب باشه هر چیز ساخته باشه و همینطور میدونیم که عقدش برخون خاکی که باش آدم هاریشون هم کرییت کرد که تو را میفهمند خداوند بدنش را از خاک گرفت و بدنش را توش دمید بیشتر این خاک را عقدش برخون از محل بیت المقدس گرفت و همینطور عقدش برخون از همه جای دنیا هم خاک گرفت خود بهش اضافه کرد که هر کسی که هر جای دنیا اولام میره باز بتونه برگرده چون ما اولی اونجا اصلا خاکه و به خاک برمیگرده. ولی بیشتر این خاکه رقا دشمنان از کجا؟ از جای یروشالم از محلی به تمرگاش گرفت. همینجا بود که آدم هاریشون همینجا که الان به تمرگاش هست الان اون برای کتل معراوی اینجایی بود که وقتی آدم هاریشون خطا کرد باز که خطا کرد قربانی کرد و سشم تو همینجا بود. نوح وقتی از کشتی در اومد نوح وقتی از کشتی در اومد همونجا قربانی آورد. این محل یک محل استثنائیه این جایی که میدونیم که مقدس در این جای دنیا اونجا تو قدش قداشیم تو محل بتمن باشه و یروشالایم از اینجا داریم دوید همینه خیلی داریم چی میگه که ویهی به شالم سوکو و مئوناتو به سیون. یعنی از ابتدای آفرینش این شالم همون یروشالایم. حالا چجوری اسم یروشالایم اومد روش؟ اگر ملکی صدق بگه تورا میگه که ملخ شالم پادشاه شالم بود چجوری شالم شد یروشالایم؟ تو میدراش میفرماید که لیدران تو برشید میبینیم که ابراهیم اوینو اسم یروشالایم اسم دیگه میخونه روش و تو تورا میفرماید و ایغرا ابراهام شم هماغوم هاو هشم یرعه. وقتی سر عقدت ایتخاق بعد از عقدت ایتخاق تو تورا میفرماید که ابراهیم اوینو و ایغرا خاند ابراهام راید اسم این محلا شم هماغوم هاو هشم یرعه خداوند ببیند. یعنی چه خداوند ببیند؟ یعنی ابراهیم اوینو میخواست این زخوت عقدار هشم همیشه ببینه واسه اسرائیل همیشه زخوت عقدار حق دو شما جلوی نظر هشم باشه. هشم یرعه he called the name of that place که همون یروشالایم اینجا این هم یروشالایم بود عقدار هم تو هرم و ریا همون جای یروشالایم صورت کرد.
سو فاما ترکی با من میام کسی رو تور بود وقتی رفتیم گایده به ما نشون داد رفتیم اونجا تو تلپیا توی روشنهیم و ببین ابراماوینو به ابراماوینو گفت ببین از اینجا اومد خیلی بیوتیفول یه جست تو تلپیا توی روشنهیم از اونجا نگاه میکنیم قشنگ مسیری که ابراهام از بیرشبه که اومده بود چجوری میره تا حرم و ریار میشه دید این را یعنی اپراکسیمتی دیدن تا این را طبقه چی دکتر تو را گفته anyway, ابراماوینو اسم این محله را گفت هشم یرعه هشم یرعه بعد پسوق ادامه میده و ایقرا ابراهام شما آقا ما هو هشم یرعه هشم یامر هیوم به هشم یرعه هشم یرعه هم یعنی خداوندم به سلام اونجا دیده یعنی شخیران خداوند یعنی ابراهام تفلا خوند که دیده شمال اگزکت که وقتی بهتر میناشو میسازه هم چه خیلی هشم بیاره اونجا حالا هوا بشوارو خو اینجا میگه که دوتا صدیق اومدن دوتا اسم مختلف گذاشتن واسه این شهر شن به نوح اسمش چی گذاشته بود؟ شالم ابراماوینو چی گذاشته بود؟ هشم یرعه هشم گفت میخوام دوتا صدیقا رو خوشحال کنم این دوتا رو با هم دیگه ادغام کرد یروشالم یعنی اصلش هم یرو یا یرا شالم بود یرعه شالم کم کم شده یروشالم سوالا یاد گرفتین چرا این شهر مقدس اسمش؟ یروشالم نه جروزالم اورشلیم نه یروشالم This is the source of the name پس این اسم یک ترکیبیه از اسامی که شم به نوح گذاشت روز شالم و هشم یرعه که ابراهام گفته بود هشم این دوتا رو با هم دیگه کمباین کرد و باروخ هشم این اسم یروشالم الان که باروخ هشم چجوری آباد شد و yes. هر قسمت از بدن ما اگر بباره مثل قلب میزنه قلب داره تمام بدن ما قلب داره یه رو به تعمیق داشت قلب دنیاست قلب تمام ما اسرائیل هست اینه که قلب تمام وجود ما به قلب یروشالم وصله yes ببینید همه باید ببینید همه براخای همه شف هم که به دنیا میاد از یروشالم میاد به همه دنیا همه تفیلایی که ما میخونیم همش جمع میشه از محل به تعمیق داشت میره به درگاه هشم right. این تیکه زمین بسیار بسیار مقدسه و میدونیم الان هم دولت اسرائیل میخواد چندین نمیدونم میلیون دلار اونجا خرج کنه یه چی تغییرات ایجاد کنه عربا هم مخالفن و اینا ولی ایسی اون جنگ نهایی ما تو ناویه ما گفتن جنگ نهایی رو روی یروشالم الان هم میبینیم الان همه این صحبت که میکنن یروشالم و فلان و این ویکیلیکس چیز کرده بود که بعد میگم مثلا عباس گفته بوده که حاضر بیشتر یروشالم بده به اسرائیل حالا حماس داره باش چیز میکنه همه جنگا رو این تیکه زمین است yes. تو قدس که قبل از اینکه این بنا هم بالایی که میگن قدس هم مسجد خودش خود الاقصا اونجا که من قبل از این رفته بودم دیگه که نمیرین انشالله نه یعنی رفتیم توی مسجده آره رفتم توی در باز بود و رفتم بالا و نگاه کردم اومدم پایین موقع هنوز توی برنامه نبود وقتی یه تیکه سنگ بود یه تیکه سنگ که نه یعنی مثل یه سنگ بزرگ کوب وقتی دورش حصار گذاشته بودم و چراغ بود اینا میگن اون جایی بوده که درسته؟ این میگه این همون اونشتیاس این همون سنگیه که میگن اصلا آفرینش هم با اون شروع شد من رفتم اونجا نگاه کردم نمیتونستم کسی هم نبود سوال کنم اومدم پایین بعدا گفتم اونجا رو من دیدم اونجا رو دیدی اونجا اون قسمتی که اون زیارت ها قبول هره دیگه شکلامه که گفتیم اون شتیا لشتیت ببینی میشه فاندیشن اساس روک اون اشتیا فاین سو بنابراین برگردیم سر تهیلیم و یهی به شالم سوکو اومعوناتو به ציون یعنی اقلوش برخوم از ابتدای آفرنش تعیین کرد که شخیناش اونجا مثل یک سوکا عدنه کاود بود که اونجا توی این محل باشه اومعوناتو به ציون و مسکنگاهش به ציون باشه از این نفر مثلا خب خدا من آدرسش توی دنیا چیه؟ آدرس اقلوش برخوم اونجاست اشم شخینای خداوند در تمام دنیا هست ولی تمرکز شخینا دقیقا همون الان هر بیت اون طرف کتل معرابیه نئوناتو به سیون this is his address این مسکنگاهی که بیخول تمرکز شخینا توی این دنیا سر what does it این پاسوقه it's really very very
میدونین لودت پاسخ مون تو تفیلا میخونیم میخونیم چی میگیم میگیم چی میگیم خداوند افروس علینو سکت شلومخ سم همیز که سکا و شلوم با هم دیگه مرتبطه اینجا هم میبینیم تو تفیلا میگیم افروس علینو سکت شلومخ اینجا هم میگیم وحی به شلم سکا چون فارسی برای این صحبت میکنن میگن ببینیم میگن آدم توی دنیا میگیم تهیدیم کتاب خوشبختی تهیدیم کتاب خوشبختیه میگن آدم تا وقتی که میدونین تا وقتی که آدم این جریانه که اینجا نوشته را که وحی به شلم سکا را هضمش نکنه نمیتونه تو این دنیا آرامش داشته باشه وحی به شلم شلم همون شلومه سکا 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 چیه؟ سوکا سمبول اینه که آدم بدونه که این دنیای دنیا موقتیه. ببین سوکا ابعادش چی بود؟ مینیمم سوکا بعد 7 وجب تقریبا در 10 وجب باشه. 7 ضرب در 10 میشه 70. 70 چیه؟ عمر متوسط. نبیده ملخ میگه یه میشون رو تونه باید میشه یه میشون و این بیگ ورود شما نمیشون باید دویده منخ میفهماید شما همه 120 ساله بشن دویده منخ میگه ببین عمر متوسط تو دنیا 70 ساله خیلی جبروت باشه دیگه 80 و 90 و بالا حالا اینجا پس بنابراین این سوکا سمبول چیه؟ سوکا سمبول اولامزه است این دنیاست آدم بعد بدونی که این دنیا دنیای موقتی دنیای اصلی نیست وقتی آدم اینو خودش چیز کرد کاملا میدونی حلاجی کرد که این دنیا یک سوکای این 70 سال یک به اصطلاح مرحله موقتی بیشتر نیست حالا اصلش باید چیز تو بلما باشه هیچ وقت اینجا آرامش نداره آرامش حقیقی شلوم شلموت که میسره وقتی دارم بدون که این دنیا هیچه به این دنیا دلشو نبنده اینشالله هشم همه براخا بده بالا پایین همه میگذره ولی اصلا باید بدونه که اینها یعنی دلشو به این دنیا نبنده این دنیا یک دنیای میدونید این دنیای اصلی نیست این مثل سوکاست و سوکا طبق حلاخاش باید طوری باشه که بتونه یه چیز موقتی باشه چهار تا چوب با هم دیگه بذاره یا لا یعنی ایت ریپریزنت یعنی تو مخیله ما از نظر فلسفی ما اسرائیل ها به این دنیا we have to know we are just visiting this planet ما اینجا یک ویزیتور بیشتر نیستیم this is not مقصد ما این نیست سوسین میفرمایند این اینه که جدا میتونه شلمود این تو شالوم بیاره وقتی آدم این اگه آدم هیچ چیزای دنیوی نباید بوده منقلب بکنه نمیدونم برد باخت موفق شد موفق نشد سلامتی دور از همه مریضی این همش چیزای موقتیه خدمتتون عرض کردم تو تورا میفرماید آدم کیاموت با اوهل آدم کیاموت با اوهل کس که تو این دنیا اوهل میشه چی چادر خیمه اونم چیز موقتیه آدم وقتی تو این دنیا اولام میره مثل که توی دنیای موقتی اولام رفته ولی نوشته چی هله خدام الاولامو دنیای آدم دنیایی که آدم بهش میره است اولام هبا اون دنیای حقیقی اونه واسه همین هم میبینیم که در نوشته چی من تو و اولاخ یعقوب میشکنوته خای اسرائیل من تو و اولاخ یعقوب یعقوب میدونه خوبی یعقوب اینه که میدونه که این دنیای چیه اوهله ما تو اوهله خواهی یعقوب اینجا یعقوب آوین رو میدونید این دنیا یک اوهل یک خیمه بیشتر نیست میشکنوته خواهی اسرائیل و منظورش اولام هباس و همینطور هم میدونیم ما تو تفیلا چی میگیم؟ تو تفیلا میگیم که بشامعیم میمعل و الها آرت میتاخد آدم باید فوکسش رو زندگی این باشه همین تازگیر رو صحبت کردیم بشامعیم میمعل الها آرت میتاخد الها آرت به چیزهای دنیاوی که میرسه همیشه آدم نگاه کنه که خیلی اصلا پایین تر از من هستن نگاه نکنه که خیلی اصلا بیشتر از اون دارن تو چیزهای مادیات همیشه نگاهش باشه با رو خشه من این سخت بالا سرم دارم نینی دارم بخورم با الها آرت میتخد خیلی این اما ندارن آدم قناعت بکنه از سمیخ بخیر قوه باشه این چیه رجوع چیزهای آرت چیزهای گشمی ولی بشامعی میمل ولی به چیز که میرسه به زنده بسیار اون بعد روحانی زندگی که میرسه همیشه نگاهش به بالا باشه کی از من بالاتره نگاه کنه بگه کی از من بالاتر من میتونم میخوام از اون بزنم برم بالاتر I have to try harder تو مادیات همیشه قانع باشه نگاه کنه خیلی از من پایین تر هستن ولی تو
روحانیت همیشه به شما همین من to look up کسایی هستن که از من بالاترن I could do better میخوام به پای اونا برسم مثلا اینجا هم همه مثل تو پاسخ هم هست که میفرماید چی؟ و ایهی به شلم سوکو آدم به سلام سوکا که گفته مظهر این دنیا هست آدم قناعت بکنه به این دنیا شلم شلم یعنی کامل و ایهی به شلم سوکو سوکو ولی معوناتو معون میفارشی میگن که منظور علام عباس اونجا معونش رو سعی کنه که به سیون که اونجا بسید تو خدوشا بره بالاتر و بالاتر So this is some of the messages که این سیاخ ایسخاق میگه right. و علام عبا همجور گفتیم It's called معون معون یعنی It's permanent residence معون جایی که آدم بسید محل سکونت صدا دائمیه اینجا whatever it, you know عرض کردن همشه رابین داوید میگه مثلا دفعه گاربربش دردین میکردن رابین داوید میگفت این موضوع که الان مثلا میبینم بگه مدرسه بودجه مدرسه این اون هزار سال دیگه وسط مطرح میانت کنه اینا میگذره 500 سال دیگه هزار سال دیگه اینا چیز نیست اینا یه دفعه این راف شواب واسه ما تعریف میکرد راف شواب خدا بیامرزتش چندین سال پیش اولام رفت ما دو دفعه تو کمپ پیشش بودیم تا بسونه میگفت رفته بشه خواهد خواهد خواهیم هی باز زخه از خواهد خواهیم برخواه گرفته بوده It's such a beautiful دمیه را همچه کسی با خواهد خواهیم در تماس بوده سو گفت من که رفتم پیشش گفت خواهد خواهیم به من گفت که رب شیمون Are you a Cohen? گفتم نه من Cohen نیستم Are you a Levi? و ببین من Cohenم خب از خواهیم افتخار میکرد که کوهنه میگفت چرا اینو بهت میگم right. میگفت ببین چرا من چجوری من کوهن شدم چون جد من یعنی سمت لوی وقتی مشربن اومد گفت که ویله هشم الهی کی به خدا هم وفا داره همه شون رفتن زیر پرچمش تو هم یاد بگیر تو زندگیت هر وقت میگن میله هشم الهی دارم میگن که هر کس که ببینم با چیز هشم هست بیاد زیر پرچمش Right. بعد میگفت که بعدم به من گفت میگه که میگفت رف شوا میگفت خامس خیم از من پرسید گفت شیمون هزار سال دیگه تو کجا هستی؟ 10,000 سال دیگه کجا هستی؟ 1,000,000 سال دیگه تو کجا هستی؟ جواب خیلی روشنه با عقلش برو خوب right. بعدم با عقلش برو خوبه بعدم هیچ وقت تنها نیست بعدم همیشه اینا شلوشا شوتفیم با آدم آدم سه تا شریک تو وجودش هست پدر و مادر عقلش برو خوب وقتی آوی و ایمی از آوونی و هشم از فینی پدر و مادر میرن بعد بی وقت نباشه میذارن میرن هشم از فینی اون شریک سوم همیشه هست عقلش برو خوب اون الگوریتم گفتیم مثلا اینم نشما به مثل شمع چیز شده because it's constantly connected to the source ما همیشه مشخصه 500 سال دیگه 1,000,000 سال دیگه آدم عقلش برو خوب حالا این که آدم تو اون زندگی ابدی چقدر به هشم نزدیک باشه و از نور هشم بیشتر لذت بری و دور باشه به چی بستگی داره؟ بستگی داره به تورا، میتوت، گیبروت خسادین، شمیرت الاشون، خب از خواهیم بهش میگه یه تو این زندگی ابدی کجا خواهی بود؟ بستگی داره به این چیزا تورا، میتوت، گود دیدز، ثوابایی که آدم میکنه، میتوتایی که آدم میکنه و شمیرت الاشون چی گفته آدم، چی نگفته؟ These are the things that determine چیه اون به سرور چیز انسان تو اون زندگی ابدی تعیین میکنه و یهی به شالم سوکو و معوناتو به سیون و یه گان هم بگیم و برخواهش بکنیم گان میفرماید که اینه قبلا هم اشاره کردیم گان میفرماید از بین تمام میتوهی که ما داریم دو تا میتوه هست که کاملا ما رو احاطه میکنه چیه این دو تا میتوه؟ سه تا در حقیقت میغوه رو بذاریم کنار میغوه بمانه پیشم سوکا سوکا و ارت اسرائیل سوکا و ارت اسرائیل این دوتا میتوهیی که we are all surrounded by it میدونین که اصلا ما احاطه شدیم تو میتوه وقتی دم داخل سوکا میشه و وقتی که دم داخل ارت اسرائیل میشه و گاهان دیگه که نگاه بکنیم تو تورا میفرماید که اجابه یعقوب آوینو فرمید یعقوب آوینو لاخش نشتخرر معصاب و از امالق و هیگل ارت اسرائیل و یاوه یعقوب شلم تو تورا تو برشید میگه و یاوه یعقوب شلم
گاهان میگه که چی یاد میگیریم اینجا که دارم کی به شلموت، کی به تکامل میرسه، به تکامل روحانی چجوری میتونه برسه؟ یکی وقتی که این علامزه را مثل یک سوکا بدونه که این دنیای دنیا موقتیه، انقدر خودشو بشه علامزه نبنده. و دوم ارث اسرائیل. وقتی یعقوبان علیه شلوم رفت اینو از گیر عصاب فرار کرد، عصاب گذاشت با قلیپاتش و با عماله و اینا چیز کرد رفت تو ارث اسرائیل، اون وقتی که نوشته چی؟ و یاوه یعقوب شلم. اون وقت اونجا که تو را میفهمد یعقوبانو به اون شلموت، به اون تکامل رسید. و البته اینجا چیزی که هست میدونیم که میدونیم کنیسه ها و بوت میدراش هم یک شعبه از یروشلایم هست. سفاره ها؟ گفتید سفاره فرمی سفارت سفارت that's right exactly مثل امبسی شفر شد بزرگترین آدم اینو ببینید، اینایی که ببینید اینایی که وصلت میکنن خرافاتی که چون سوء تفاهمه. ببینید چون میگردن باید کاودشو بعد داشته باشه، باید کاود مثلا وقتی اینو چیز این دختر کوهن داره میگیره باید کاودشو داشته باشه. هر کسی باید کاود زرشو داشته باشه، چه فرق میکنه؟ هر کسی نه نوشته آدم باید نوشته باید او هوا که گوفو او مخبده یتر میگوفو چه فرق میکنه؟ این بالانس پارت. این ببینید تنها چیزی که خوب نیست یک کسی که امهارسه، یک کسی من یک اسرائیلی که میدونید ترامیسوت نگه نمیداره این نباید داره دختر کوهن بگیره، چون در شأن آرون کوهن ناراحت میشه که دخترش با یه امهارس ازدواج کرده. اون چیز نیست که خودش قبول نداره. ولی that's right. ولی تو گمارا میگه که کسی که میاد میتونه دختر کوهن میگیره، تعمیل خانم که دختر کوهن میگیره میگه این بهترین وصلت یک تعمید خامه کسی که گیرد شما هم داره شما میتونید که بیا دختر کوهن رو بگیر. شور دختر کوهن دختر لوی اینا this is the best. ولی اینا به این طرف آره واسه امارس نباید بگیره. امارس که میدونی که شب تو را میسوت نگه نمیداره چه تو را زیر پا میذاره. شور آرون کوهن به زر خودش افتخار میکنه باید به زر چیزش اینا این جمله کنیسیون تست تورا مال ایلیم بود و رشم روشالا رایت مال ایلیم یس کنیسیون آره همین سیونی که اینجا داشتیم. anyway fine انشالله که به ذات شما زخه بشیم همه به اون شلموت به اون تکامل برسیم تا وقتی برسیم به روشالا. حالا تا